برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. پروازهای باکو پایتخت کشور آذربایجان به تهران از روز گذشته 14 خرداد 1402 بدون اطلاع عمومی به طور کامل متوقف شد. برخی رسانه های باکو خبر دادند مسافران شرکت آزال که پیش خرید کرده اند و قرار بود روزهای آینده به ایران سفر کنند مبلغ بلیط هواپیما به آنها بازگردانده می شود. بدین ترتیب به جز گذرگاه محدود نخجوان بین آذربایجان و ایران تمامی راه‌ها اعم از زمینی و هوایی به طور کامل مسدود است. مردان مسلح در شمال نیجریه با حمله به دو روستا در این کشور دست کم 24 تن از جمله کودکان را تیرباران کردند. بر اساس گزارش رویترز این رویداد روز شنبه 13 خرداد در شمال غربی ایالت زامفارا رخ داده است. بر اساس این گزارش مردان مسلح همچنان چندین کودک را که در حال جمع‌آوری هیزم در جنگلی در روستای همجوار بودند رو بودند. ساکنان محلی میگویند که در جریان حمله مردان مسلح 25 تن کشته شدند و خانه‌های شماری از ساکنان نیز به آتش کشیدند. بسیاری از چنین حملاتی در مناطق دورافتاده نیجریه گزارش نمی‌شود، زیرا نیروهای امنیتی اغلب به تماس‌های مردم دیر پاسخ می‌دهند. سخنگوی وزارت خارجه عراق در سخنانی همزمان با سفر وزیر خارجه سوریه به این کشور از تلاش و هماهنگی میان بغداد و دمشق برای کنترل مرزهای مشترک و جلوگیری از تردد تروریست‌ها در این مناطق خبر داد. احمد الصحاف در گفتگو با خبرگزاری وا اظهار داشت عراق و سوریه به دنبال تقویت تلاش‌های دو جانبه برای کنترل مرزهای مشترک، جلوگیری از نفوذ تروریست‌ها و تبادل داده‌های اطلاعاتی برای تضمین امنیت و ثبات مرزی هستند. این اظهارات پس از آن بیان شده است که عصر شنبه وزارت امور خارجه عراق از ورود فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه و هیئت همراهش به بغداد خبر داده بود.